سلام به همه بچه های ساکر پادکست امیدوارم که حالتون خوب باشه اومدیم بازی بارسلونا و اتلتیکو بیلبائو رو بررسی کنیم که با نتیجه 0-0 مساوی شد توی بازی سرد با عطای عزیز و برای بچه که تازه ما رو می‌بینن ما فوتبال اروپا صحبت می‌کنیم اگه دوست ما رو سابسکرایب کنین به بازی حساس لایو ریاکشن نشون میدیم که لینکش آخر این ویدیو براتون میذارم و اینکه الان می‌خوام بریم بازی شروع کنیم بررسی کنیم چطوری عطا خوبی سلام سلام به همه بچه‌ها برام که حالا همه خوب باشه شبشون هم بخیر باشه من like, یازت همونو like. بخونم بعد yeah. یه کمی آمار بخونم و بعد راجعه بازی صحبت کنیم ترشتگن، کونده، کوبارسی، آراوخو، کانسلو، دیان، کریستیانسن، گندوغان، رافینیا، لواندوفسکی و پدری برای بارسلونا رفتن تو بازی که 60 درصد تو دست بارسا بود 40 درصد دست اتلتیکو بیلباو 67 درصد ایکس جی بارسلونا بود 30 و... یعنی درصد کنه 67 صد و 33 صد مال اتلتیکو بیلباو 8 تا شوت دو تا تیم داشتن دو تا شوت تو چهار چوب دوباره هر دو تا تیم داشتن یه شانس بزرگ بارسلونا از دست داده ولی اتلتیکو بیلباو شانسی نداشته یعنی بیگ چانس و 485 تا پاس بارسلونا داده 279 تا اتلتیکو بیلباو و دو تا تیم چهار تا کورنر هم زدم و بهترین بازیکن تیمم ژوآو کانسلو شدش حالا راجب بازی که کلی هواشی هم داشت و کلی مسلوم های ناجور داشت بارسلونا جلوتر تو ویدیو صحبت میکنیم بعد تا اول راجب نیم اول صحبت کنیم حتی نیم اول چجوری بود بازی نیم اول بازی کمی به نظر من بازی باستر بود دیگه نیم اول اصلا دیگه هیچی ببین نیمه اول ما خوب داشتیم بازی میکردیم حالا 20 دقیقه اول خیلی بازی رو تو دست هم گرفته بودیم ولی مصومیت دیونگ شوکی رو به تیم وارد کرد که اصلا میگم هر وقت دیونگ نیست و پلن بکاپی براش وجود نداره اصلا تیم یه ضربه سنگینی میخوره که خب تو این بازی هم کاملا مشخص بود اون مسلومیتی که حالا تقریبا اوایل بازی واسه دیونگ به وجود اومد و... کنند. آره راجب نیمه اول نکته خاصی ندارم واقعا چون اتفاق خاصی نیفتاد جز مسئولیت دیونگ بیشتر حالا صحبت هم تو نیمه دوم یه... یه کمی آره ما توی بازی سازی تو نیمه اول فکر میکنم تو موقعیت سازی اه... یه کمی شاید بهتر بودیم به نظر من اون موقعیتی هم که کانسلو بودیم اول بود دیگه که از پشت یه شوت خیلی قشنگ کانسلو زد که بریم ببینین داشته دروازه رو وسط زمین باز میکرد که آخر لحظه رو خط کشیدم بیرون فکر کنم همون بیگ هم اگه اون حساب کرده باشه و قبلش هم که قبل هم این توپ تک به تک خراب کرد بازیکنم بیادم که فرمین لپس آره فرمین کبیر و خب نیمه اولم هم مسوممون همون شدن که راجعه مسلوم ها برای بازی با ناپولی جلتر تو ویدیو صحبت کنیم بریم راجعه به نیمه دوم صحبت کنیم اتا بریم راجعه به نیمه دوم من اینجور جاهاست که خیلی گیر میدم به جاوی. بازی خونی ضعیف بازی خونی ضعیف یعنی من نمیدونم چند بار دیگه باید جلوی تیمایی که نقاط ضعف مشخصی دارن تو بازی خونی ضعیف باشه ما با یه دونه دیگه بازی هم داشتیم که مساوی کردیم جلو سلتا جلو سلتا که بردیم بازی رو دقیقه 92 ولی افتضاح بودیم اون بازی یعنی واقعا اون بازی رو برید ببینید تصمیماتی که مربی باید بگیره و نمیگیره ای اینا چیزایی که از کادر فنیش میاد یعنی مربی باید مشاوره کادر فنیش ولی چون کادر فنی ضعیفی داره کمک نمیشه در طول بازی این بازی هم دقیقا همین بود وقتی فرانکی دیونگ مصوم میشه تو باید یه بازی کنی رو بیاری که پروفایل مشابهی داره نه یه بونجولی مثل فرمین لوپز یه بازیکنی که به شدت بولد شده یعنی این بازیکن نه ویژن داره نه کنترل توپ بلده نه پاسهای درست حسابی میده فقط توپا رو هدر میده تو باید یه بازیکنی بیا بردی حالا مثلا سرخی روبرتو حالا نمیگم سرخی روبرتو خیلی بازیکن خوبیه ولی پروفایلش مشابه با فرانکی دیون بازیکنیه که توپو رو نگه میداره میتونه پاسای ارزی و طولی بده فرمین لوپز اینو نداره اون تک هم که اومد خراب کرد و میگم پدری هم که مصوم شد اصلا هیچ پلنی وجود نداشت تعویضایی انجام شد رافینیا رو تو باید بین دو نیمه تعویض بگو این بگو اینا بعد یه چیز بخوام آمار نیمه دوم دو برات بخونم که اصلا متع... بچه ها بچه‌ها میشن که دقیقا چه اتفاق افت ب... آره بعد تو یامالو بین دو نیمه می آوردی که که افتضاح بازی کرد یعنی اصلا تو اون 75 دقیقه که بازی کرد افتضاح بود و اصلا ترکیب اولیه که تو گذاشتی ایراد داشت یعنی ای تو یه بازیکنی با تجربه اینیگو مارتینز داره که توی همین بیلبیلی بیل... بیل با بازی کنه فقط تو لایو آره تو همین بیل باو بازی کرده تجربه بازی توی سن ماماس داره ولی جاش تو یه بازیکن 16 ساله رو فیکس میکنه نمیگم کوبارسی بد بازی کرد ولی این پیش فرض تو که این بازیکن 16 ساله میتونه بره توی سن ماماس تو اون جف رقابت کنه غلطه من نمیدونم که اینو که اینو میخوای تغییر بدی پستی هم هست که بازیکنش هم داری تازه خب هررا و نیکو ویلیامز و بی... نبودن شانست آه... هم نمیدونم چرا بازی نداد به نظرم بیل بابا خیلی میتونست ما رو اذیت کنه اصلا بازی من... من یه نکته که حالا میدونم با... بارسایی اصلا قطعا دوست ندارم بشنون ولی یه چیزیه که کادر فنی ما راضی بود کادر فنی ما راضی بود که ما آره من هم داریم بگم. میگیم همین به این دلیل فرمین لوپز اومد تو چون که م... به نظر من یک خیلی ببین اینا اتفاقا خیلی به نظر من فکر شده این کارو میکنه وقتی که الان به بازی ببره مهم نیست خب ولی چون احتمال باختش بیشتره فرمی لوپز رو میاره مثل کاری که کمم میکرد میگه من جوون آوردم بازیکن ندارم حالا نمیگم سرجیو روبرتو خوبه میگم یعنی منظورم اینه که این میتونی برا خودت بهانه بتراشی با همین بازیکنایی که یه کمی هم کم کیفیتن ولی خب کادر فنی باید کیفیت تیمی رو ببره بالا دیگه که به قول تو نتونستم چی بکنم بقا... بگم اینو. بقا... 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 بذار آمار نیمه دوم با بگم ببین نیمه دوم 6 تا شوت اونا زدن سه تا بارسلونا یه دونه شوت در چارچوب اونا داشتن هیچ چی بارسلونا چهار تا کرنر بیلباو زده یه دونه بارسلونا ایکس جی بیلباو 28 صدم بارسلونا 19 صدم 64 درصد هم تو دست بارسا بوده یعنی شما این توپو میگیری از این ور میدی اون از اون ورم می ور و یا دفا راس کونده با تمام قدرت به سمت وینگر چپ میندازه پاسای قطری یا دفاع چپ رو میندازم برای وینگر راستمون که همه تو هم دف میشد چون دفاع چپ و راستشون میزدن تو پا رایی دقت کنی در طول بازی حالا بگو ادامه صحبت گفتم یادم ولی کادر می... فنی کادر فنی حالا درسته که تو لایو ریکشن بچه‌ها گفتن آره تو این فصل همه دارن مصدوم میشن ولی برید به مصدومای بارسا ریز بشید ببینید که کجاها مصدوم شدن پدری الان چندمین بارشه داره مصوم میشه تو طول این فصل دو ماه پشت هم نتونسته بازی کنه فرانکی دیونگی که اصلا نمی نمیشده واسه سومین بار تو این فصل داره مصوم میشه مصومیت های مشابه از ناحیه های یکسان توی مدت زمانه کوتاه تکرار میشن این ایراد از کجاست این ایراد از کادر فنی اون کادر بدنسازی اون کادر پزشکیه که نه برنامه درست این بازی کنن نه بدنسازی درست میکنن نه تایم بازی منیج شده دارن اصلا هیچی تو این باشگاه وجود نداره چرا چون کادر فنی مربی از الصد اومده مربی آخر فصل میخواد بره علالایی همه دارن اونجا بازی میکنن. اصلا که اصلا کسی اهمیتی نمیده که اصلا این فصل قرار چی بشه اون برای ما رو که مربی شد الان عوض کرده یه شوکی داده اونور دارن الان یوور رو بردن 6 تا به ساسولا زدن جلو خودمون هم بد بازی نکردن بعد با نداشتن دیونگ و پدری و این وضعیتی که جاوی میفته بعد از دست دادن بازیکناش مخصوصا بازیکنای کلیدیش مثل و دیون که هیچ پلن یعنی من یعنی دقت کنید آقا هیچ بزن. چی نداریم یعنی دیون مصوم شد پدری مصوم شد یه شوت تو چارچوب این تیم نزده ببینید چقدر وابسته است این تیم به بازیکن به خلاقیت بازیکن بعد بگید خندم میگیره تا لیستو بر... میبینم راجب لیست اون برای بازی ناپولی هم برای بر بچه‌ها بگیم یه بخشی رو ببین خب بالک بالک نیست فرانتورس احتمالا نیست. گاوی که قطعا نیست مارکوس آلونسو احتمالا نیست پدری نیست دیانگ احتمالا نیست با این وضعیتی که اینا با گریه رفتن بیرون و واقعا دست تیم خیلی بسته است یعنی تو فکر میکنی که اصلا کیا دیگه من کسی ها اولا قلم انداختم یا یعنی اینکه نه 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 همه رو گفت ببین لحاظ روحی که دو تیم روحیه و رو... و اصلا تیم ما ب... اصلا همین امشب رو نگاه کن دیگه خیرونا آقا باخته رئال مساوی کرده امتیاز داده ذهنیت دیگه ما دیگه ما ببرید مساوی بگیریم اصلا ما خب الان انتظار داریم مثلا ناپولی که افتاده رو دور رو ما ببریم و این اسکوادی که الان مثلا جلوی خطا افتکه ما قرار دیگه ما, ما شدنیه دیگه لوپز گوندوقا هوادارا که بابا میان تو مونجوی که انگار اومدن س... سینما اصلا پنج تا ویرال خوردیم اصلا اونجا خبری نیست بایی اصلا جو ورزش کنیم حساب نکنیم به بالاخره دیگه ببینیم که چی میشه دیگه بچه ها تو کامنت ها بگن که بازی با ناپولی اختصاصا تو این آیتم چی میشه با تجربه مصومایی که ما دادیم و اینکه دمتونم گم دیگه اصلا نباشی حتی جان